قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وعرض سلام و ادب به ساحت مقدس آقا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به پیشگاه منور اون حضرت صلواتی هدیه کنید. امامت که بحث ماست در این شبها مسئله ایست بسیار عظیم که روایات متعدد حتی آیات قرآن را اشاره کردیم که منکر امامت کافر از دنیا می رود و در آتش جهنم خالد است هر چند عبادت کنند. عبادت ارزشی نداره، عبادت بی ولایت حق بازی است، نماز وضوی بی ولایت آب بازی است. تو این مباحثی که شبهای گذشته اشاره کردیم این مطلب ثابت شد که عبادت بی ولایت واقعا بازی انسان میکنه با خدا و دستورات خدا، اطاعت خدا نیست. خدا میگه از اون راهی که من گفتم باید برای اطاعت کنی وگرنه قبول نیست. حالا کسی که خلیفه پیغمبر است، دقت میکنی، کسی که خلیفه پیغمبر است، همه خلفا تو ذهنت بیان، چه خلفای برحق ائمه اثنی عشر، چه خلفای جور و خلفای باطل، کسی که خلیفه است شیعه معتقده باید یک لحظه مشرک نباشه، یعنی یک لحظه بت نپرستیده باشه، غیر از خدا نپرستیده باشد. این شرط خلیفه پیغمبره. دو، عصمت داشته باشه، گناهکار نباشه، یعنی ظلم نکرده باشه، ظلم به خودش نکرده باشه، یعنی گناهکار نباشه. یکی دیگه مشرک نباشه. ان الشرک لظلم عظیم، شرک هم ظلم. حالا بحث ما با بعضی هاست که اهل عامه هستن و با بعضی شیعه هایی که دنبال اینه، میگه آقا دلیل از قرآن برام بیار. دیدی بعضی ها رو؟ مثل که پیغمبر گفتن فقط قرآن، اون حسبنا کتاب الله، یکی دیگه گفت پیغمبر فرمود قرآن و عترت، قرآن صامت و قرآن ناطق، هر دو رو فرمودن. حالا میگی دلیل از قرآن بیار، برای عامه دلیل از قرآن بیارید. از کجای قرآن شما میتونید دلیل بیارید که خلیفه نباید ظالم باشه، خلیفه نباید مشرک باشه؟ دلیل بیارید. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. خدا به حضرت ابراهیم خطاب کرد، اینی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم امتحان رو عالی انجام داد، بعد از مراحل سخت و امتحانات سخت خدا از مقام نبوت یه رتبه بالاتر بهش داد، گفت حالا که ابتلا اتمهن اینی جاعلک للناس اماما. درست؟ حضرت ابراهیم فکر نسلش هم بود، مثل بعضی بابانی که برای بچه‌هاشون دعا نمی‌کنن، شاید نفرین هم بکنن، فکر نسلش بود. گفت خدایا میشه امامت تو ذریه منم باشه؟ قال و من ذریتی، قال
لا ینال عهدی از ظالمین، من تو ذریت امامت قرار میدم نه تو ظالمینشون. ظالمین کیان؟ تو ظالمین خدا امامت رو به حضرت ابراهیم خطاب کرد، عهد من که امامت است تو ظالمین نمیشه، خلافت تو ظالمین راه نداره، خلافت و امامت نور است. در افراد ظالمی که قلبشون ظلمانی است، وجودشون تاریکی است، این نور راه نداره. این درخواست رو نکن ابراهیم. میشه حضرت ابراهیم درخواست بکنه از خدا؟ معقول پیغمبر خدا از خدا بگه خدایا به ظالمی خلافت بده؟ خدا بگه نه نمیشه، این معقوله؟ معقول نیست. پس اینجا چی میخواد بگه آیه؟ اینجا بحث است، با عامه این بحث رو مطرح میکنیم که افراد بشر چهار گروه هم. اگر غیر از این بود بعد از منبر بگید، حالا نمیگم. افراد چهار گروه هم. اول کار، گروه اول، حساب دستت باشه، گروه اول، اول کار مشرک بودن، گناهکارم بودن، به اصطلاح ظالم بودن، ان الشرک لظلم عظیم. اول کار مشرک بودن، آخر کار چیکار کردن؟ پاک شدن، به نور اسلام و ایمان در اومدن. این گروه اول. گروه دوم، گروه دوم عکس گروه اول. اول کار آدم خوبی بوده، پاک بوده، مشرک نبوده، موحد بوده، آخر کار خراب شد. این گروه دوم. پس گروه اول، اول کار مشرک، آخر کار موحد. گروه دوم، اول کار موحد، آخر کار خراب میشه، ناپاک میشه، مشرک میشه، عاقبت به شر میشه. این دو گروه. گروه سوم از اول تا آخر خراب، فی امان الله، خرابه، خرابه، مشرکه. هرچی هم پیغمبر دعوت کنه، هر امامی، هر وصی، فایده نداره. این که راحت. گروه چهارم از اول تا آخر موحد و خدا پرست و بی گناه. این چهار گروه. درسته. حضرت ابراهیم معقول نیست از خدا برای دو گروه طلب امامت کنه. تنقیص در مقام حضرت ابراهیم است علیه و علی نبینا و علیه السلام. یکیش کدوم گروه هم؟ گروهی که عاقبت به شر میشن، اول کار آدم خوبی بوده، آخر کار مشرک و بیدین میمیرد. معقول حضرت ابراهیم بگه خدایا به این آدمایی که عاقبت به شر میشن امامت بده؟ میشه؟ پس این گروه رفتن. گروه دیگه حضرت ابراهیم از خدا طلب کند برای این گروه امامت را، اینم معقول نیست. کسانی که از اول تا آخر خراب بودن، معقول نیست پیغمبر خدا بگه خدا به آدمای ظالم، خودش با نمرود جنگیده، بگه مثلا تو نسل من اگر یه نمرودی بود به نمرودیان هم امامت بده، خدا بگه نه نمیشه، معقول نیست. این دو گروه رفتن. توی دو گروه دیگه میمونن، یه گروهی که از اول تا آخر موحدن، یه گروه دیگه میمونن اول کار مشرک بوده، آخر کار موحد شده، یعنی مسلمون شده، پاک شده در ظاهر. برای این ظالمین، اون گروهی که موحد بودن از اول تا آخر که ظلمی توشون نیست، حضرت ابراهیم برای این گروه طلب امامت کرد. خدایا یه عده‌ای تو نسل من میان مشرک هستن اما آخر کار به اصطلاح مسلمون میشن یا موحد میشن. خدا فرمود ابراهیم عهد من، امامت من، لا ینال عهدی از ظالمین، کسی که یک لحظه مشرک باشد این امامت من به اون نمیرسد. امامت مال یک گروه میمونه که از اول تا آخر موحد باشن. طبق نظر عامه خودشون میگن ابوبکر مشرک بود، 46 سالگی مسلمون شد، پس ظلم داشته، بعد به ظاهر مسلمون شده،
لا ينال احد الظالمون. ابو بکر حق امامت نداره، عمر هم همینطور، عثمان هم همینطور. امیر المؤمنین است که طرفت العینی بت نپرستیده، مشرک نبوده، ظلم نداشته، ان الشرك لظلم عظیم، در وجود علی نبوده است. علی است که مستحق امامت است طبق نص صریح آیه قرآن، لا ينال عهدی الظالمین. امیر المؤمنین است. به علاوه از همین آیه عصمت هم استفاده میشه، ظلم، تاریکی، گناه در وجود علی راه نداشته. خلیفه خدا باید عصمت داشته باشه، ظلم نکند به مردم، به خودش گناه نکنه، چه شرک چه گناه، باید معصوم باشه. خودشون خطاهای زیادی از خلفا دیدن، بعضیاش شبهای گذشته اشاره کردیم، گفتن لازم نیست خلیفه معصوم باشه، حالا فاسق هم باشه مشکلی نیست. قرآن میگه لا ينال عهدی الظالمین و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال خدا لا ينال عهدی الظالمین. پس خلافت مخصوص امیر المؤمنین است، اونم خلیفه را خدا باید تعیین کنه. خدا میدونه کی ظالم است کی نیست، ممکنه شخص تظاهر کنه. لذا دستور آمد برای پیغمبر علی رو خلیفه قرار بده و اوصیا رو من تعیین میکنم کیان. پیغمبر اسم بردن، همه رو معرفی کردن. پس لا ينال عهدی الظالمین، به ظالمی امامت روا نیست. پس نصوص وارده، آیات قرآن و روایات تعیین می کند که خلیفه پیغمبر رو خدا باید تعیین کنه، خلیفه پیغمبر نباید مشرک باشه، طرفت العینی، خلیفه پیغمبر باید معصوم باشه، اینا از شروط امامت است. و شروط دیگر، امام باید اعلم الناس باشه، امام باید اشجع الناس باشد، امام باید معجزه داشته باشه، امام اوصاف جسمی داره، امام سایه ندارد چون نور مطلق است، نور است امام. امامت یک نوریه که خدا برای ما فرستاده است، بشرم، اما در اوج لطافت و به اصطلاح نورانیت هستن. لذا آفتاب که به بدن امام بتابد سایه نمیندازه. شما بایستید بدن ما بدن به اصطلاح دنیویه، ملکیه، نه ملکوتی. وقتی تو آفتاب بایستید یا جلوی همین نور بایستید سایه میاندازن. امام بدن شفافه، مثل شیشه است، آفتاب ازش عبور میکنه، سایه نمیاندازه. این از علائم امام است. حالا یه عده‌ای نمیتونن بفهمن اعلمه، نمیتونن بفهمن اشجعه، حالا میخوان امتحان کنن توی نور بذارش ببین سایه داره یا نداره. یکی از علائم امام، زره پیامبر فقط بر قامت امام درست و راست در میاد، هر کی به پوشه نمیتونه، کج و کول است، معلومه بهش نمیخوره، علامت امام. لذا امام زمان سلام الله علیه که میان زره پیغمبر رو میپوشن، کاملا بر قد و قامت رعنای حضرت ولی عصر آراسته است و اندازه است. خدا اینجوری خواسته. معجزاتش هم معجزات کل انبیا و اوصیای گذشته همراه امام زمان سلام الله علیه هست. لذا افتخار شیعه است که دنبال امیرالمؤمنین است، دنبال خلفای قاصد نمیفته، دنبال کسانی که بعضی ها اینا رو بزرگ کردن از زنان نمیفتن. شیعه دنبال فاطمه زهرا سلام الله علیها است،
دنبال حضرت خدیجه سلام الله علیها و همه جا صریح بحث میکند و استدلال میکند، دنبال امثال عایشه و حفصه شیعه حرکت نمیکنند. اینها تاریخ خود سنی ها دارن بر علیه پیغمبر بودن، بر علیه امیرالمؤمنین بودن، بر علیه حضرت زهرا بودن، بر علیه حضرت خدیجه بودن. امام رضا علیه السلام میفرماید متوکل، حالا قبل از فرمایش امام رضا علیه السلام اینو عرض کنم، متوکل عباسی یه جایی نشسته بود، مردم هم اومدن وارد شدن، میومدن پیش متوکل، خب دیدنی، صحبت، سوال، خلیفه بود به اصطلاح، خلیفه عباسی بود، می آمدن پیش متوکل عباسی. متوکل ضد شیعیان امیرالمؤمنین بود، ضد امام حسین و عزاداری امام حسین و زیارت امام حسین بود. نگاه کرد دید تو جمعیت یه نفر این ظاهرش به اصطلاح نمیخوره از جماعت ما باشه. به چند نفر بغل دستیاش گفت اینو میشناسید؟ گفتن. ازش پرسید فلانی تو خلیفت بعد از پیغمبر خلیفه اولت کیه؟ سریع جلوی همه گفت امیر المؤمنین قائد الغر المحجرین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خیلی شجاعت میخواد تو کسی که ضد اهل بیت است، ضد امیرالمؤمنین است، تو جمع اینجور صحبت کنه. تا اینو گفت خیلی غضب کرد متوکل، گفت بزنیدش. جلادا گرفتن زدن. خب خوب که زدنش، هیچ نگفت، نشست یک کناری، گفت حالا به من بگو بدونم فاطمه افضل است یا عایشه، کدوم افضلم؟ سلام الله علی فاطمه. اینم زود گفت عایشه افضله. گفت دلیل چیه؟ گفت دلیل من قرآنه. قرآن قبول داری؟ گفت بله. گفت قرآن میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه، کسی که مجاهده بر اونی که نشسته افضله. حضرت زهرا تو خونه نشست، عایشه مجاهد بود، قیام کرد بر علیه خلیفه چهارم امیرالمؤمنین علیه السلام. متوکل دید عجب مسخره شد. خب خلیفه چهارم میدونن علی رو، عایشه قیام کرد بر علیه امیرالمؤمنین، گفت مسخره میکنی؟ بزنی. دوباره زدنش. بعد گفت حالا تو اسمت چیه؟ گفت منصور. از کدوم قبیله؟ گفت قبیله بنی مخنف. گفت تو از قبیله بنی مخنفی؟ گفت بله. گفت اینا که همه از ما هستن، یعنی اهل خلاف و عامه هستن، تو چطور شیعه در اومدی؟ گفت که میگم دلیلشو، اما در امانم یا میزنی؟ گفت نه بهت امان دادم. گفت حالا که به من امان دادی میدونی چرا من از قبیله بنی مخنف شیعه شدم؟ چون حلال زاده هستم لذا شیعه شدم. یعنی متوکل تو حرام زاده ای لذا شیعه نیستی. متوکل خیلی غضب کرد، امان داده بود، گفت بیرونش کنید. کردنش بیرون. امیرالمؤمنین علیه السلام کنار خانه کعبه نشسته بودن، پیغمبرم بود، یه پیر مردی اومد جلو، اومد طرف پیامبر. پیر مرد عصاب دست، قدش خمیده است، ابروهاش این قد بلند شده، رو چشماش افتاده، یک کلاه سرخ روی سرشه، روایت است، یک کلاه سرخ روی سرشه، روایت از امام رضا علیه السلامه. اومد طرف پیامبر، یه پوستینی هم پوشیده، خطاب کرد یا رسول الله از خدا بخواه از تقصیرات من بگذرد. پیغمبر گفتن برو گم شو، به تو امیدی نیست. یه خود دور شد، خطاب کردن یا علی شیطان است اینجور مجسم شده. امیرالمؤمنین دویدن بیخر شیطان رو گرفتن از دست امیرالمؤمنین که نمیتونه فرار کنه، فشار دادن، گفت یا علی منو نکش، خدا به من فعلا مهلت داده تا فرزندت مهدی بیاید،
فعلا من مهلت دارم، اما یا علی به بشارت بدم، هر کس دشمن توست وقتی میخواد نطفش منعقد بشه من نمیذارم حلال زاده منعقد شود، شریک میشم، خرابش میکنم. لذا این شخص خطاب کرد متوکل، گفت متوکل من حلال زاده ام، لذا شیعه شدم. روایات داریم متعدد که دشمن علی یا منافق است یا ولد الزناست یا ولد حیز است، متواتر روایات داریم. اونقدر معروف شده بود در زمان پیغمبر این مطلب که اصحاب بچه هاشونو با محبت علی امتحان میکردن. امیرالمومنین که رد میشد میگفتن این آقا را دوست داری یا نه، اگه میگفت دوست دارم میفهمیدن حلال زاده است، وگرنه شک میکردن، تحقیق میکردن. محک از امیرالمومنین علیه السلام. این مقام امیرالمومنین است. ما دنبال کسانی را افتادیم که افتخار است برای ما که اطاعت اونها کنیم، چون معصومن. افتخار است برای ما که اطاعت اونها کنیم، یک لحظه مشرک نبودن، بت نپرستیدن، در راه اهل بیت علیهم السلام بودن. امام صادق علیه السلام فرمودن، روایت رو مفضل نقل می کند، پیغمبر نشسته بودن یک جای، اصحاب دور پیغمبر بودن، امیرالمومنین نشسته بودن، یه وقت یه جنازه رد شد. این جنازه را چهار نفر سیاه پوست تشییع میکردن، اونم جنازه را لای یه عبایی، یه چیزی به اصطلاح سادهی پیچیدن، پیداست، دارن میبرن دفنش کنن. وجود مقدس رسول الله دیدن، چهار نفر سیاه یه جنازه رو برداشتن دارن میبرن طرف قبرستان. صدا زد این کیه، بیاید ببینم. جنازه رو بردن، باز کرد صورتش را، وجود مقدس رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله. خطاب کردن به امیرالمومنین، یا علی هادا ریاح غلام و آل بن نجار، اینو میشناسی؟ این ریاحه، یه برده بوده، غلام بوده پیش آل نجار، اونجا کار میکرده. این ریاحو میشناسی؟ امیرالمومنین فرمودن بله یا رسول الله. این مرتب میومد پیش من خطاب میکرد به من، یا علی والله انی احبک. یا علی دوست دارم. یه حالتی داشته این ریاح، همیشه می اومده نگاه به امیرالمومنین میکرده، از شدت علاقه ای که به امیرالمومنین داشت، بعد می اومد ابراز محبت میکرد، به زبان می آورد یا علی به خدا دوست دارم، و میرفت سر کارش. یه غلام، یه برده سیاه. پیغمبر فرمودن یا علی این ولی الله هست، کفنشو من باید بدم. پیغمبر فرمودن از اول خودم غسلش میکنم، غسلش دادم، از لباس خودشون کفنش کردم، پیغمبر و مسلمونا و امیرالمومنین برش نماز خوندن، بعد پیغمبر تشییعش کردن با مسلمونها، مسلمونها در تشییع جنازه این غلام شرکت کردن. میگفتن میدیدیم صدایی میاد، نمیفهمیدیم از کجاست، این صدا چیه؟ پیغمبر اومدن با مسلمونها این ریاح رو دفن کردن، خودشون رفتن داخل قبر، وارد قبرش کردن، لحد چیدن. وقتی داشتن پیغمبر لحد میچیدن، حالا داره کار میکنه پیغمبر، داره لحد میچینن، یه وقت روشون رو کردن اون طرف، یه لحظه دوباره ادامه دادن، خاک ریختن، اومدن بالا. مسلمان ها گفتن یا رسول الله دو تا سوال داریم، این سر و صداها چی بود تو تشییع جنازه؟ پیغمبر فرمودن این صدا صدای ملائکه بود، 70,000 قبیل من الملائکه، 70,000 قبیل من الملائکه تشییع کردن ریاح رو، هر گروهی، قبیل یعنی گروه، هر گروهی 70,000 نفر، 70,000 گروه 70,000 نفری
اومدن تشییع این ولی الله که ریاح باشد و یا علی به این مقام نرسی الا به خاطر محبت زیادی که به تو داشت این مقام رو پیدا کرد و من وقتی که داشتم لحد میچیدم این ولی الله پیغمبر تعبیر میکنن از یه غلام چون روح دین داره گفتن این ولی الله وقتی از دنیا رفت تشنه بود وقتی که سرازیر قبرش کردن خوریه های بهشتی با آبهای بهشتی اومدن آبش بدن غیور است میخواستم خجالت نکشه وقتی خوریه دارن آب دهانش میریزن من روم اون طرف کردم تا آب خورد بعد ادامه دادم کارم را فرمودن یا علی به خدا قسم نرسی به این منطبه الا به خاطر محبت تو محبتش بالا بوده بعضی از ماها میبینیم محبت داریم اما یه جاهایی میلنگیم خدای نکرده تا میرسه به مسئله براعت میبینیم میلنگد اسمش محبه اما ایمانش ضعیفه محبت علی رو داره محبت دشمنان علی رو هم دارد این محب نیست امام صادق علیه السلام فرمودن کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرأ من عدونا حالا ما بحثمون ولایت است که اشاره کردیم محبت امیر المؤمنین و اولاد علی که اوصیای پیغمبرن اینجور ارزش داره ما دنبال اینا حرکت میکنیم ما دنبال حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم ما دنبال مادرش حضرت خدیجه ام المؤمنین هستیم حضرت خدیجه سلام الله علیها ایمانش کامل شد با ولایت امیرالمؤمنین هنوز برنامه غدیر نبوده قبل از هجرت بوده ایمانش رو کامل کردن لذا مرتبش بالاست جبرائیل نازل شد یا رسول الله حضرت خدیجه باید ایمان بیارد به وصی شما امیرالمؤمنین و به فرزندانش که همه اوصیای شما هستند حضرت خدیجه فوری و ایمان میارن به امیرالمؤمنین و اوصیا یکی یک براش اسم بردن اسماشون شنید به همه ایمان آورد جبرائیل خطاب کرد یا رسول الله حضرت خدیجه باید بیعت کنند با امیرالمؤمنین گفت بیعت میکنم یا رسول الله چجوری بیعت کنم پیغمبر فرمودن امیرالمؤمنین دستشو میگذاره من دستمو میذارم رو دست علی ای خدیجه تو دستت را بگذار رو دست من پیغمبر این شد بیعت تو با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کرد با امیرالمؤمنین علیه السلام فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین که دفن شد بعد از دفن پیغمبر خطاب کردن لا جعفر ولا عقیل دارن به قبر خطاب میکنن فاطمه بنت اسد نه جعفر نه عقیل ابن کی علی مثلی که داشتن سوال میکردن من امامو کی فاطمه امامت کیه بگو فرزندم علی نگی جعفر نگی عقیل بگو علی ایمان اینها با ولایت اهل بیت کامل شد با محبت اهل بیت کامل شد حضرت خدیجه چند تا پسر داره طیب و طاهر و قاسم پیغمبر رو میگن ابو القاسم بعضی ها نوشتن اولین فرزند پیغمبر قاسم است اینا عمری نکردن از دنیا رفتن قاسم ظاهرا شیرخواره بوده از این جریان اینجور معلوم میشه شیر میخورده از مادر حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت حضرت خدیجه خیلی گریه کردن در فراق فرزند شیرخوارشون قاسم پیغمبرم بردن اینو دفنش کردن قاسم رو برگشتن خونه دیدن حضرت خدیجه شدیدن گریه میکنن دختر همسرم خدیجه چرا گریه میکنی؟ این قاسم فرزند تو کودک است از دنیا رفته روز قیامت بر در بهشت میایستد شفاعت میکنه برای همه برای تو برای دیگران اهل بهشت است قصه نداره حضرت خدیجه سلام الله علیها
فرض کردن یا رسول الله درسته، اما الان شیر تو سینه ام جریان پیدا کرد، میخواستم قاسم رو شیر بدم، دیدم از دنیا رفته، دلم شکست، به یاد فرزندم قاسم گریه کردم. بگم ای خدیجه کبرا، تو برای قاسم فرزندت گریه کردی، اما ساعد الله قلبکی یا رباب. رباب چی بگه؟ مادر علی هستن، فرزندت رو با احترام تشییع کردن، تشنه نبوده، اما علی اصغر اونقدر تشنه است که یتلظا عطشا، مانند ماهی دهان رو باز میکنه میبنده. ای خدیجه دیگه فرزندت قاسم را تیر سه شعبه نزدن، اما چه گذشت بر مادرش ربا، فرزندش را تیر سه شعبه زدن. لذا بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، زینب کبرا یک ظرف آب داد به رباب، تشنه بود، جف اللبن فی صدر رباب، تشنه بود، آب آشامی. زینب کبرا یه وقت اومد نگاه کرد، دید رباب نشسته یه گوشه داره گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ مگر آب نیاشامیدی؟ صدا زد زینب، الان شیر در سینه‌ام جریان پیدا کرد، به یاد نازدانم علی اصغر افتادم. زینب یادم نمیره کیفه تلظا عطشا، چگونه از تشنگی به خود میپیچید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، بحق الزهراء وأبيها وبعلها ومنيها ده مرتبة، يا الله حوائج رو در نظر بگیریم. خداوندا قسمت می دهیم به ساحت مقدس علی اصغر علیه السلام، هر کس تو این جمع ما هر حاجتی دارد، حاجتش را از صاحب امضای باب الحوائج علی اصغر برسان. خیر دنیا و آخرت را نصیب همه ما و ذریه ما بفرما، تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر، عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما، در دنیا زیارت اهل بیت نصیب همه ما بفرما، در آخرت ما را از شفاعت محمد و آل محروم مگردان. خداوندا به ساحت مقدس باب الحوائج علی اصغر قسمت می‌دهیم امسال و سال ظهور امام زمان قرار بده، قلب مقدسش از همگی ما راضی و خوشنود بدار. مرزای مؤمنین و مؤمنات، مرزای مورد نظر، از ساعد با صافیت بپوشان. نصیبی از این مجلس و محفل به ارواح مؤمنین و مؤمنات، اموات این جمع حاضر، اموات مؤسسین مجلس، عائد و واصل بفرما، و قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.